متولدین فروردین، اگر قصد انجام کار یا فعالیت تازه‌ای را دارید، شایسته است قبل از هر اقدام و حرکت حتماً از افرادی که در این زمینه اطلاعات و تجربه کافی دارند نظر خواهی کنید. واقع بین باشید و سعی کنید که توقعاتتان در حد امکان سنجیده و منطقی باشد تا به روحیتان لطمه‌ای وارد نسازد. روزهای پرکار و پر استرسی پیش رو دارید که موقتی است و به زودی دوباره زمان آرامش فرا می رسد. تغییر و تحول جدیدی در زندگیتان به وقوع می پیوندد که اگر سهل‌انگاری از خود نشان دهید، ممکن است میانه تان با یکی از نزدیکان شکراب شود. شخصی که در برهی از زمان با مشکلی روبرو بوده و به او کمک کرده اید، این روزها به یاری شما می شتابد. متولدین اردیبهشت، آنچه را در صدد انجامش هستید جدی بگیرید. ممکن است دشواری هایی در راه باشد. هراس به خود راه ندهید. هرگز خود را از مشورت با افراد کاردان بی نیاز ندانید، زیرا موجب شکست می شود. زمانی برای ماندن در کنار اعضای خانواده در نظر بگیرید، زیرا این امر موجب تحکیم روابط اعضای خانواده شما خواهد شد. هدیه غافلگیر کننده موجب خوشحالی شما می شود. قدردان آن شخص باشید. مدت نسبتاً زیادی است که درگیر مسائل مالی هستید. نگران نباشید. در آینده نزدیک شرایط همواری را پیش رو دارید. بنابراین هوشمندانه عمل کنید تا خدای ناکرده نادم و پشیمان نشوید. متولدین خرداد، از پرداختن به کارهای پیش پا افتاده که ثمری ندارد خودداری کنید. انرژیتان را صرف کارهای مهم و ضروری کنید که مختص خودتان است. درگیری لفظی با یکی از آشنایان داشته اید که بهتر است به بزرگواری خودتان به او ببخشایید و گذشت کنید. از درگیر شدن با هر نوع رقیبی پرهیز کنید. بهره بردن از موقعیت‌ها و فرصت‌ها به صلاحتان است و به همین خصیصه مشهور هستید. مراقب شرایط و امکانات موجود باشید تا خدای ناکرده ارزش‌های اخلاقیتان نادیده گرفته نشود. خریدی مهم که مدت‌ها دغدغه ذهنیتان شده و تمام افکارتان را معطوف به خود کرده بود، سرانجام با تلاش و پشتکار خودتان انجام شده یا به زودی انجام خواهد شد.
متولدین تیر، اعتماد به نفس بالای شما موجب حیرت اطرافیان شده. سعی کنید از شتاب زدگی در کارها پرهیز کنید. تا حد امکان در امور زندگی متانت و صبوری به خرج دهید. سفری پیش رو دارید که تغییرات مثبتی برایتان همراه دارد. هیچ کس جز خودتان مسئول زندگی شما نیست. بنابراین اگر به فکر فردای زندگیتان نباشید، دچار سرخوردگی خواهید شد. زمان برای شروع دوباره غنیمت است. سعی کنید از فرصت‌های پیش آمده نهایت استفاده را ببرید. موضوعی که مدت‌ها در پی کشف آن بودید برایتان روشن و شفاف خواهد شد. روزهای سرشار از انرژی مثبت با انگیزه بالایی پیش رو دارد. متولدین مرداد، ذهن و فکر خود را درگیر مسائل پوچ و کم اهمیت زندگی نکنید. اگر متأهل هستید، همراهی و همدلی با همسرتان را در اولویت قرار دهید. صبوری برگ برنده است که در زندگیتان همراهیتان می کند. به زودی زندگیتان رنگ و بویی تازه می گیرد و احساس می کنید خداوند هدیه‌ای سر راه شما قرار داده. البته غیر از این هم نیست. بنابراین قدر شرایط و امکاناتی را که در برابرتان قرار گرفته است بدانید. به هنگام خشم و عصبانیت بهترین کار این است که سکوت کنید. متولدین شهریور، بعضی ها سعی دارند با حرف ها و اعمال خود شما را گمراه کنند تا به منافع مد نظرشان برسند. هوشیار بوده و هرگز دهانبین نباشید. شما توانایی این را دارید که با توکل به خدا زندگی خوبی برای خود رقم بزنید. مسافری از راه دور به دیدارتان می آید که موجب خوشحالیتان خواهد شد. مبلغی به دستتان می رسد که بابت خرید لباس، پوشاک و لوازم ضروری منزل از آن استفاده خواهید کرد. ذوق و سلیقه شما در خرید وسایل شخصی قابل تحسین است. اعضای خانواده از شما دلخور هستند. وقت بیشتری را به بودن در کنار آنها اختصاص دهید تا دلگرمی اعضای خانواده به شما بیشتر و موجب تقویت روحیتان بشود. متولدین مهر، مدتی است که سررشته کارهایتان را از دست داده اید. هر قدمی که برمی دارید هزاران فکر گوناگون و استراب احاطه‌تان می کند. نگران نباشید. به زودی همه چیز به حالت عادی برخواهد گشت.
با در نظر گرفتن همه جوانب می توانید تصمیم مطمئن و درستی اتخاذ کنید و آن را به مرحله اجرا بگذارید. با تلاش و پشتکار و درایتی که در وجودتان است، حتماً موفق خواهید شد. خود را از بحث‌هایی که نتیجه‌ای از آن دریافت نمی‌شود، دور نگه دارید. در محیط کار یا محل تحصیل با شخص تازه واردی مواجه می‌شوید که از نظر اخلاقی و خصوصیت‌های فردی کاملاً با او هماهنگ هستید، به طوری که وی به یکی از دوستان صمیمیتان مبدل خواهد شد. متولدین آبان، مراقب تصمیمات خود باشید تا اطرافیان از شما آزرده خاطر نشوند. گاهی هیچ وقت فرصت جبران و دلجویی پیش نمی آید. پس دم را غنیمت بشمارید و همه جوانب را در نظر بگیرید. این روزها سود مالی مختصری به دستتان می رسد. بیشتر مواقع تابع نظرات و عقاید جمع هستید و رفتارتان موجب شده اکثراً در میهمانی‌های دوستانه یا جمع‌های خانوادگی حضور داشته باشید. ایده‌های جدید و بکری به ذهنتان راه یافته که شایسته است نسبت به عملی کردن آنها اقدام کنید و زمان را از دست ندهید. البته فراموش نکنید که از افراد صاحب نظر و اشخاصی که در این زمینه اطلاعات دارند مشورت بگیرید. بدانید که موفقیت از آن شماست. متولدین آذر، برای رویارویی با شرایط جدید از کسی کمک بگیرید که از شما توان و تجربه بیشتری دارد. این به معنی کوچک شمردن استعداد و تواناییتان نیست، بلکه به معنای همکاری و مشارکت خلاق و سازنده است. کمتر باید حرف زد و بیشتر باید به کار و عمل پرداخت. به جای اینکه فرصت‌ها را از دست بدهید، جدی و فعال مسئولیت‌های جدیدی را که به شما سپرده شده به سرانجام برسانید. اگر به میهمانی یا جشن تولدی دعوت شدید، از آن استقبال کنید، چون ساعات خوشی برایتان رقم خواهد خورد. شرایط مالی مساعدی پیش رو دارید که امکانات جدیدی را نیز به همراه خواهد آورد. به آن وضعیت غره نشوید. متولدین دی، نمی توان به دوستی و رفاقت شخصی اعتماد کرد که هنوز امتحان خود را پس نداده. اگر دوست و رفیقی از آزمون‌های تلخ و شیرین زندگی موفق و سربلند بیرون آمد، آن بخت شایسته چنین اعتمادی خواهد بود. رفتار شما با عضو جدیدی که وارد خانواده‌تان شده قدری ناملایم است. بیش از حد معمول در برخورد با مسائل ریزبین شده اید که موجب به هم ریختن افکارتان می شود. نگرانیتان بی مورد است. برای برطرف شدن دلخوری ها نیاز به زمان دارید.
رفتن به پارک و پیاده روی را در برنامه هایتان بگنجانید که انرژی زیادی برایتان به ارمغان می آورد. تغییرات مثبتی در حوزه کاریتان اتفاق می افتد که مطلوب به نظر می رسد. متولدین بهمن، به جای فکر کردن به آینده های دور و دراز، بهتر است به اکنون نظری داشته باشید و مسائل مربوط به آینده را به فرداها واگذار کنید و فرصت های گرانبهای امروز را دریابید، چون مثل برق و باد می گذرد. غرور و خودپسندی ممکن است تمام زحماتتان را به هدر بدهد. سعی کنید همچون همیشه متواضع و فروتن باشید. به زودی نامه یا بسته پستی دریافت خواهید کرد که ارمغان خوشی به همراه دارد. سلامتی جسمیتان را نادیده نگیرید. ورزش و پیاده روی را در برنامه هایتان بگذارید. گره از مشکل دوستی گشوده اید و مورد قدردانی و تشکر او قرار خواهید گرفت و در زمانی که اصلا انتظار ندارید از طرف او حمایت خواهید شد. متولدین اسفند، به تازه واردی که به جمعتان آمده فرصت دهید تا شایستگی های خود را بروز دهد. مسلماً در آینده به وجود چنین فردی افتخار خواهید کرد. به او اجازه خودنمایی بدهید. اتفاق شیرین و خوشایندی در زندگی شما به وقوع می پیوندد. نگرانی کوچکی در خانواده‌تان است که باید آن را حل کنید و اجازه ندهید تبدیل به یک بحران بزرگتر شود، چون در این صورت حل آن غیر ممکن خواهد شد. اجازه ندهید نصیحت و پیشنهادتان موجب دلخوری شود. در این حال سعی زیادی هم در جهت جلب رضایت خاطر اطرافیان نداشته باشید. شما توانایی انجام امور بزرگی را که به عهده‌تان گذاشته می شود دارید. پس استعدادها و توانایی های خود را نادیده نگیرید و از آن بهره لازم را ببرید.